صبح خیر. صبح خیر. میخوام از صمیم قلب از شما تشکر کنم که تو این شرایط سخت کنارمون بودین و میدونم که بهتون خیلی سخت گذشت. باعث افتخار من و پدرمه که کارمندای مثل شما رو داریم. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. تونستیم از رویاش که با قلبش ساخت محافظت کنیم و انشالله ادامه هم میدیم. انشالله. میخوام بهتون خبر خوبی بدم. دانتیل برگشت. ما همه مشکلاتمون رو حل کردیم. همه بدهی‌ها رو پرداخت کردیم. انشالله حقوقتون خیلی زود آماده میشه. تبریک میگم آقا سم. خیلی ممنون. مبارک باشه آقا. خیلی ممنونم. برگشتن دانتیلو بهتون تبریک میگم. ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم. خیلی خوش اومدین. زحمت نگهدار. باجسه. همه چی حل شد. پولا رو دادیم رفت. چطوری؟ از کجا؟ عمو سامی تمام پول بانکو به ازای درصدی از سهام دانتیل و درصدی از سود پرداخت کرد. سامی؟ چرا بدون اینکه به ما بگی همچین تصمیمی گرفتی؟ آره عادیه، مگه بابا حق تصرف همه ی اموالو بهش نداده؟ یعنی ما از شرکت و کار حقی نداریم، ولی عموم حق داره، درسته؟ شما چرا اینجوری حرف میزنین؟ چرا خب؟ رای حل دیگه ای داشتین شما؟ بفرمایین بگین. من مجبور شدم این کارو بکنم تا این خانواده رو نجات بدم، چون همینطور که یارا خانم گفتن من مسئول شمام، مسئول شرکتم و همینطور کارمنداش، مسئول این مصیبتم که دقیقا مثل شما توش گیر افتادم. خودتون رو آماده کنین، چون تو اولین فرصت باید بریم خونه ی عمو سامی. میخوام از میرا خواستگاری کنم. به نظر من باید نظارت مستقیم از طرف شما یا من باشه. نمیتونیم اجازه بدیم یوسف شرکت و پول ما رو طبق خواست خودش اداره کنه. بابا باور کن پولی که دادی کم نبود. باشه، خودت انجامش بده. من این شرکت رو ولش نمی کنم. باشه، اینجوری با بیزینس جدید آشنا میشم. من احمق بودم، فکر میکردم چیزی که خیلی وقت پیش تموم شده میتونم دوباره درستش کنم. 10 سال از زندگیمو به خاطر هیچی از دست دادم. نتونستم عاشق شم، نتونستم کار کنم، نتونستم آرزومو برآورده کنم به خاطر یه توهم تو خالی. مهم اینه الان این موضوع تموم شد. هر کدوم از ما باید به صلاح خودش فکر کنه و بس.